دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. ماه اول اعتراضات داره به پایان میرسه. این بعد از انقلاب 57 اولین بار هست که مردم در ایران یک اعتراض رو بیشتر از 3-4 روز طول میدن و پشت سر هم و مستمر اعتراضشون رو هر روز و بر علیه حاکمیت تکرار میکنن. همونطور که قبلا بهتون گفته بودم، بعد از 3 هفته ریزش نیروها رو در داخل حاکمیت خواهیم داشت. هرچند برای مردم داخل خیابان و کف خیابان فعلا محسوس نیست، ولی در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی کاملا محسوس هست که نیروها فرسوده شدن و امکان مقابله خیابانی بیشتر از این رو ندارن. کم خواب هستن، بسیار از لحاظ فیزیکی خسته هستند، چرا که تجهیزاتی که حمل میکنن چندین 10 کیلو وزن داره و این به غیر از نگاه نفرت انگیز مردم نسبت به نیروهای سرکوبگر است. این باعث فرسودگی بیش از حد نیروها میشه. قدرت سازماندهی مجدد ندارن، چون تمام نیروهاشون و تمام امکاناتشون رو کف خیابون برای کنترل ریختن و هنوز موفق به مهار حاکمیت نشدن، مهار اعتراضات نشدن. حاکمیت چاره‌ای نداره به غیر از اینکه یواش یواش مقدار زیادی از خواسته‌های مردم رو به مردم اعطا بکنه و با این راه بخواد مردم رو فریب بده که داخل خونه‌ها برن، ولی واقعیت اینه که این امکان پذیر نخواهد بود و یواش یواش ما تا دی ماه دیگه سرنگونی جمهوری اسلامی رو شاهد خواهیم بود. شاید سرنگونی به این شکلی که یک انقلاب مثل سال 57، یک رهبر کاریزماتیک بیاد سر کار، نخواهیم داشت، ولی احتمال 99% چیزی به نام جمهوری اسلامی با این شرایط قبل از تابستان نخواهیم داشت. ما احتمال زیاد انتخابات آزاد رو خواهیم داشت، احتمال زیاد خیلی از قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده و باعث محدود کردن آزادی ها میشه، اینا رو از طریق مجلس وابسته به حاکمیت یواش یواش به عنوان امتیازاتی که به مردم داده میشه اینا رو تصویب خواهند کرد و امتیازاتی به مردم خواهند داد که باعث تشویق بیشتر مردم و ادامه بیشتر مردم خواهد شد. اولین کاری که احتمالاً خواهند کرد اینه که یک مقدار فضای اینترنت رو باز خواهند کرد، چرا که این فضای بسته اینترنتی باعث آسیب کلان اقتصادی به خودشون هم میشه و باعث نارضایتی قسمت‌های دیگر حاکمیت که در شورش در این سرکوب‌ها به صورت مستقیم حضور ندارن و پشت جبهه حاکمیت رو دارن تشکیل میدن، باعث ریزش اونها هم خواهد شد، چرا که دسترسی آزاد اینترنت یک چیزی بود که جز حقوق اولیه‌ای که مردم سالها بود داشتن و بیشتر کسب و کارها از طریق اینترنت الان مجبور انجام بگیره. بیشتر تراکنش‌های بانکی و بیشتر تجارت بین‌المللی از طریق اینترنت خواهد بود هستش و این کنترل بیش از حد اینترنت باعث آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد مرد نیمه جان جمهوری اسلامی خواهد بود. نیروهای سرکوبگر طرفدار خودشون رو از فاطمیون و هشت شعبی دارن وارد ایران میکنن و این دوباره باعث ریزش بیشتر نیروها خواهد شد، چرا که نیروهای سپاه یا بسیجی که از خود مردم برآمده اند یواش یواش احساس ناامیدی میکنن و احساس میکنن که باید پشت مردم وایسن بر علیه متجاوزین خارجی و این نیروهای هشت شبی و فاطمیون و نیروهای دیگر رو که ایران سالهاست داره تغذیه میکنه اینها رو به صورت دشمن خارجی خواهند دید نیروهای سرکوبگر و این باعث اختلافات درونی خودشون خواهد شد. پیشبینی من اینه که تا دی ماه این اعتراضات ادامه خواهد داشت و باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد. شاید مثل سال 57 یک رهبر کاریزماتیک نیاد، چون رهبر کاریزماتیکی الان وجود نداره و تمام مردم داخل خیابان هر کدومشون رهبر هستن، ولی با کند شدن سرکوب یواش یواش رهبرهای میدانی به وجود خواهد اومد و این رهبرهای میدانی باعث دموکراسی خواهد شد.
چرا که یک رهبر کاریزماتیک نمیتواند جواب دموکراتیکی به مردم بده. رهبر کاریزماتیک معمولا بعداً به صورت یک دیکتاتور در خواهد اومد. راه که مردم الان در پیش گرفتن راه بسیار بسیار معقولتری هست، جامعه سیال که بدون رهبر متمرکز داره مبارزاتش رو، خواستش رو به حاکمیت تحمیل میکنه. مطمئنا در آینده نزدیک قوانین رو از پارلمان به تصویب خواهند رسوند، از پارلمان بیرون خواهد اومد که باعث گشایش بیشتر فضای سیاسی در ایران خواهد بود و این خودش پاشنه آشیل حکومت و باعث میشه که حکومت بیشتر ریزش بکنه. همدیگر رو امیدوارم در دنیای آزادتر و در ایران دموکراتیکتر ببینیم. من پیش بینیم اینه که به زودی شاهد گشایش بیش از حد سیاسی خواهیم بود و بیشتر زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد و قسمتی از نیروهای سرکوبگر برای پایین آوردن اون خشونت، پایین آوردن اون نفرتی که از طرف مردم نسبت به حاکمیت هست، برای پایین آوردن اینا قسمتی از نیروهای سرکوبگر رو احتمالاً دادگاهی خواهند کرد و این خودش باعث ریزش بیشتر نیروهای داخل حاکمیت خواهد بود. راه دیگه‌ای برای حاکمیت نمانده و امکان سرکوب بیشتر از این رو نداره. واقعیت اینه که از گلوله جنگی هم داره استفاده میکنه ولی قابل کنترل نیست این اعتراضات، به دلیل اینکه به صورت سیال از محله ها، از شهرستان ها، در شهرهای مرکزی داره این اعتراض ادامه پیدا میکنه و حمله ای که به کوی دانشگاه، به دانشگاه صنعت شریف داشتن، باعث شده که دانشجوها یک صدا پشت این اعتراضات وایسن. با امید دیدار شما در آینده‌ای روشن‌تر و آینده‌ای دموکراتیک در ایرانی دموکراتیک. من به همتون توصیه میکنم که مراقب خودتون باشید. آینده بسیار روشن و بسیار شاد خواهد بود برای همه ما. با امید دیدارتون.